به نام خدا. سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید. فساد بزرگترین عامل بدبختی اکثریت مردم افغانستان می باشد. دولت مردان افغانستان در کنفرانس های ملی و بین المللی همواره بیان می کند که مبارزه با فساد در صدر فهرست کاری دولت افغانستان می باشد. اما متاسفانه دولت افغانستان هنوز هم در صدر فهرست دولت های فاسد دنیا قرار دارد و بر اساس گزارش ها کنون دولت مردم افغانستان بالاتر از 3 میلیارد دلار در سال رشوه پرداخت میکنن. پیرامون این موضوعات باز داریم در برنامه میشه به نگرش. من مصطفی فیضی هستم، مهمان من در برنامه آقای محمد ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان، و قرار است تا لحظات بعد آقایان محمد حسن شریفی بلخابی عضو مجلس نمایندگان و آقای محمد اکبر سانگزی عضو مجلس نمایندگان نیز در بحث با ما شرکت کنند. آقای تیموری سلام، به برنامه ما خوش آمدید. سلامت باشید. آقای تیموری، ریشه های فساد در افغانستان کدام ها بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کلن مشکل فساد در افغانستان مشکل دولت افغانستان در کل هست. بله. اولین تفکیک که میخواییم اینجا مطرح بکنم این هست که بحث دولت هست، تنها بحث حکومت نیست. اکه. یعنی بر علاوه قوه اجرایی شما قوه قضایی افغانستان و همچنان قوه مقننه افغانستان به حد کافی در مسائل فساد در سطوح بلند و در سطوح پایین دخیل هستن. اکه. و در این حال اینا قوه اجرایی و قوه قضایی در دو سطح در بحث فساد دخیل هستند. یکی بحث اولی هست که این هر دو قوه اتفاقا یکی از مسئولیتاشی هست که نظارت کنن عملکرد قوه اجرایی را و از فساد در قوه اجرایی جلوگیری بکنن. مسئله دومی هست این یک سطح فساد در قوه مقننه و قوه قضایی هست. سطح دومشی هست که خود این نهادها ملوث به فساد هستند. و فساد در هم قوه مقننه هم قوه قضایی در سطوح مختلف وجود داره. در بحث قوه قضاییه و کلن سیستم عدلی و قضایی افغانستان متاسفانه گزارش های متعددی که ما نشر کردیم و همیشه امیدوار به بهبود در این قوه قضایی افغانستان بودیم، ما این بهبود رو متاسفانه مشاهده نکردیم. حالا برای این قوه ها بعدن برخواهیم گشت. مشخصاً عوامل اساسی که دولت مردان افغانستان، حالا مشخصاً دولت افغانستان دولت مفسد در جهان شده، کدام ها بود؟ در گزارش ما چی رو دریافتین؟ به نظر من مهمترین مسئله هم در حکومت وحدت ملی هم در حکومت قبلی بحث اراده سیاسی هست که چقدر اراده سیاسی شما بر مبارزه جدی علیه فساد شما مصمم هستید و در این حال اراده سیاسی شما در داخل خود یک دید بسیار دقیق و درست از با حکومتداری نوین در مبارزه علیه فساد داره. اون اراده وجود داشت یا خیر؟ شما میتونین با بسیار منصفانه بگین که در حکومت قبلی مطلقاً وجود نداشت و در حکومت و در حکومت فعلی شما اراده حکومت متاسفانه آنقدر تحت سوال است در این زمینه که چون حکومت عمر خود تمام نکرده که شما یک قضاوت قطعی در موردش بکنید. ما میتونیم بالاخره بگویم قضاوت کنیم از کارکرد دو سالشان. در دو ساله که حکومت افغانستان حکومت وحدت ملی ایجاد شد، آیا اراده وجود داشت یا خیر؟ اراده واقعا اگر شما به طرف کارهای حکومت ببینین، اراده از اینکه مبارزه علیه فساد به صورت جدی داشته باشن اراده وجود نداشت. پس حکومت وحدت ملی با حکومت آقای کرزای دقیقاً با هم یکسان هستن؟ میشه گفت یکسان، اما بعض کارهای اندک حکومت وحدت ملی کرد که نباید. مثلا در دو مسئله فکر کنم حکومت وحدت ملی رو میشه شما امتیازات در زمینه مبارزه علیه فساد داد. یک، تاسیس مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری با وجودی که با چالش‌های مختلف در تاسیس و کارکردش روبرو هست. مسئله دوم، یک اندازه آوردن شفافیت و نظارت بیرونی از پروسه تدارکات هست. بله. که در هر دو عرصه یک سلسله شفافیت، یک سلسله سیستم، یک سلسله اما یک دیگر باید در نظر داشته باشیم. امروز نقد آنچنانی بر مرکز عدلی مبارزه با فساد اداری همچنان وضع است. کاملا نمی کنید که اینجا حالا دو مسئله را که شما ذکر کردید، یکی تاسیس این مرکز و دومش همی که آوردن شفافیت در موضوع بودجه و بله. تدارکات در خند. حالا هر دوی زیر نقد رفته، پس میتونیم بگوییم که کار آنچنانی صورت نگرفته؟ در این که پروسه های حکومتی تحت نقد هستن، همهشان یعنی تحت نقد هستن، اما بعضی هست که کدامش چقدر مشکل داره.
مرکز عدلی مبارزه علیه فساد اداری در اصل تأسیس از این مرکز و نوی ساختار اداری که برش به وجود آمده واقعا ستودنی هست و همچنان در نوی گزینش افراد تا حدود در مرکز توجه کافی شده و میشه که به رویش حساب کرد. در این حال این چیز شما میتونید در مورد تدارکات در افغانستان بگین. قانون جدید تدارکات، ترتیبات اداری جدیدی که در تدارکات وجود داره و همچنان در نوی گزینش افراد در این ستو میشه در این 300 هر دو مرکز و همچنان چیز شما بعض امتیازات داد. اما مشکل در اینجا چه هست؟ در قسمت تدارکات دیدمان شفافیت افغانستان ماها و سالها میشه که از اداره تدارکات ملی درخواست ما، درخواست اولیه و اساسی ما این هست که شما قراردادها را به صورت مکمل در زمینه تدارکات نشر بکنین، جایی که مردم افغانستان بدانند. چون این کار صورت گرفته؟ نه خیر. اما شما چون لنزه پیش گفتین که دقیقا به نوع از اونا برای مردم افغانستان و برای رسانه ها اجازه داده میشه که دیدن کنند از پروسه تدارکات؟ نه، من بحث نظارت بیرونی از تدارکات رو نظارت بیرونی دخل برمیگرده به می که نهادهای بیرونی بیاید و نظارت کنه از عمل کرده دولت مردان افغانستان و بالاخره قراردادهایی که صورت میگیره. دقیقا نظارت بیرونی هم در دو سطح قرار داره. مثلا ادارات حکومتی تدارکات میکنن، حالا یک اداره تدارکات ملی وجود آمده و کمیسیون تدارکات ملی که از اینا نظارت بیرون میکنن. اما حرف شما درست است، در قسمت از این نظارت بیرونی که جامعه مدنی در این پروسه دخیل باشه در بسیار مسائل عمدهش در این وجود نداره. اما وقتی که یک سلسله مشکلات در یک پروسه وجود داره، البته شما میتونین سبک و سنگین بکنین و منصفانه در موردش قضاوت بکنین. به نظر من قضاوت منصفانه و کارهایی که در این زمینه شده نمیخوایم ما از او چشم پوشی بکنین. اما شما وقتی که طرف دیگه سکه رو ببینین، این اصلا به این معنا نیست که حکومت وحدت ملی در قسمت مبارزه علیه فساد و آوردن حکومتداری نوین و خوب دستاوردهای بسیار عظیمی داره. شما در قسمت زدودن فساد در سطح ولایات و در سطح کلی شما بسیار به مشکل عمیق و مشکل وسیع دچار هستید. در این زمینه مثلا حکومت وحدت ملی متاسفانه عقبگرد کرده، حتی از حکومت قبلی هم در این زمینه عقبگردش بیشتر بوده. یعنی در حکومت قبلی بر اساس سروی ملی فساد دیدبان شفافیت افغانستان ما معمولاً کی کار را انجام میدادیم با همون متدولوژی ما یافتیم که مردم افغانستان گفتن مجموعاً 2 میلیارد دلار کارمندان حکومت اونا را وادار به فساد کردن. اما در حکومت وحدت ملی این 50% بلند رفته، به 3 میلیارد رسیده. در این زمینه شما حکومت وحدت ملی یک عقبگرد بسیار کلان کرده و این عقبگردش این بوده که توجهش به سطح ولایات، توجهش به مردم، توجهش به مردم بسیار عام افغانستان که در تذکره خدمات صحت، معارف، پاسپورت به این مسائل که روز دو هستن. ولایت میتونه بگیم که حکومت آقای کرزی بهتر بود از حکومت آقای غنی و عبدالله؟ وضعیت بهتر بود. وضعیت در سطح ولایات، در سطح کلی، در سطح ارزی خدمات در زمان حکومت قبلی بر اساس پژوهشی که ما انجام دادیم وضعیت بهتر بود نسبت به حکومت وحدت ملی. آقای سانگزای شما رو به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای سانگزای موافق هستین که حکومت کنونی نسبت به حکومت گذشته در سطح ولایت بالاخره بدتر بوده یا خرابتر بوده در قسمت فساد؟ من نه تاسو ته او د میز ګرنول ته هم داشاندې آریانونو تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته خپل احترامات او نیکه هیله وړاندې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده سه د ملي وحدت حکومت دواړو رهبرانو دا تعهد کړی و سه موږ به د فساد مقابل کې مبارزه کوو او د ده هوډ یې کړی و له افغانانو سره، له ټولو هیوادوالو سره، سه موږ به فساد له ده ادارو څخه ورکوو. خو متاسفانه سه باید په رقم سوی خلکو سره واده کړی په رقم باندې نه سو. یو خو حکومت د موږه مشترک حکومت سو، بل خبره دا ده سه دوه هغه رهبران سه په یو وخت کې مخالف وو، اوس سره په مشترک ډول باندې یا په ګډ باندې سره دا نظام مخته بیایي او 50-50% تقسیم سو. خو بیا هم نظر تیر حکومت ته کوم ولایتو کې چې موږ وینو که دا وایي فساد نشته دا ناممکنه ده او دا به دروغ وي چې موږ وایي فساد نشته. فساد شته، په ادارو کې فساد شته، په ولایتونو کې شته، په مرکزي ادارو کې شته او همداشان که تاسو وګورئ زیاتره فساد د موږ مثال په ګمرکاتو کې په دې جانو کې فساد شته. خو زه تر کوم پورې فکر کوم او موږ کوم معلومات لرو ځکه په دغه نظام کې موږ یعنی یو مشاهده کوی، بیا موږ هغه څوک چې نظارت د ټول هغه د قانون د اصالت مکتره کړی د موږ وینو
مگم هغه فساد په وخت کې ډیر پروسوي شکل باندې فساد کې د قراردادونو کې پغه کې دوی هغه وکړس کړي د نظر خپل هوټ ته دوی خپل کوششونه ډیر زیات کړي مګم د فساد نیولو مخه په افغانستان کې ډیره سخت ده با وجود همین کوشش ها گزارش را که دیدبان شفافیت افغانستان نشر کرد در زمان آقای کرزی 2 میلیارد دلار مردم بالاخره رشوت میدادن اما در آقای در زمان حکومت وحدت ملی متاسفانه 3 میلیارد دلار در سال گره ما یه خورده از مخکیم پا در بست که اون دو بنده موگه ناسو دلتا در غرزیبی ایسی کرده و یا نظرسنجی ایسی کرده و ده یو تقریبی میار چی که خوادلی ده ده چه ها معلوم رسه واقعا 3 میلیارد ده و کنه ده زکه دو یو نظرسنجی کرده ده سمثال دومره فساد سوی ده خوب دوی ته دقیق معلوم نه سپاکت لکوم مدرک نه دوی واسه 3 میلیارد سویده اما یک چیز دیگر آقای سنگزای باید در نظر داشته باشیم از لحاظ علمی زمانی که ما میخوایم راجع به یک موضوع مقایسه کنیم و بالاخره ما یک موضوع تحقیق ریسرچ کنیم یکی از راه ها دقیق نظرسنجی هست با استفاده از نظرسنجی ما شما میتونیم نتیجه گیری کنیم حالا اینا دقیق نظرسنجی گره یا تقریبی شاید است یا چوک وای مثلا روز پروگر کیم ځکه دغه نظام د خلکو ترمنځ دومره یو فاصله پیدا کړې د خلکو او د حکومت ترمنځ سه هر څوک ورته ښیي وایي دا ورکه دا غله دي که ښه والي هم د غله په سترګه ورته ګوري که ښه ښاروالی هم د غله په سترګه ورته ګوري ځکه دغه حکومت دا نظام بیخي بدنامه سوی ده نو هر څوک دا تحلیل کوي چې بس دا غله دي چرا بدنام شده ارزیابي سي کې ګوره دغه ارزیابي بدون دلیل بدنام شده یعنې که واقعیت های وجود داشته که دیالوګ کې ګوره په دیالوګ سکلو کې واقعیت سره کوم 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 افغانستان سره اوسول کوم 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 افغانستان ته راغلل ان یک چیرته په صحیح توګه مصرف سوی او خارجانو بیرته نه وایستلې او دغه چارواکس په وخت کې په قدرت کې هوغي جبونه نو کانتینرونه واغې نه وای ډکړي نن به د هر افغان دغه مشکل سره دغه بیکاری سره به مخامخ نو اقل نه د خپل اولاد نفقه بل دغه سرمایه نه پرګوله خو متاسفانه په دیار ډیر او ډیر سګلونو کې ان تر اوسه پورې هغه فساد ان په وخت کې بيخي او شته رسیدلې خالي تاسو وګورئ په صرف قراردادونو کې ان 15 فیصد تفاوت کړی ده اوس د ترام د تنه د ملي تدارکات کې کوم پیسې بچت کیږي د ډیر غټي پیسې دي ځکه ټول قراردادونه مرکزی سول هغه هم اعلان کیږي هر څه کولی شي د طلبي تلارسي ان زه د څو قراردادونه ملي فعلا فساد صورت نمیگیره ګوره نه فساد په دغه ډول نه الته کیږي نه سی یو خو شرکتونه دي په حساد توګه هر څه کولی شي الته په اشتراک کې ګډون کی سبق شرایط برابرۍ هر څه کولی شي وفر واخلی لارسی مخکی خوب دستی و سپیوجی که باید 4-5 شرکتون یو جای کدل بس 5 واره به 2 نفر شرکتون و 5 نمون رو باندی بو صرف یو بیب که برنده که مگم قیمت بی 15 یا فساد جگو هغه کې بیا څنګه دی غیداری مسؤلین به همور سره شریکانو ځکه یو ته به برخه کې ورکوله اوس دا هغه کسان قرارداد ته وړاندې کیږي لکه مخکې سه دوم دریم لاس کار کو قرارداد به اصلي بل چاونیو بیا دوم دریم لاس هغه اصلي کس ته ورکاو سیغه به د کار په مخه باندې وړ زه اوس یو شی درته هم سه نظر تیر حکومت د حکومت کې یعنی د فساد اندازه کم سه زیاته سره ده در سطح مرکز خوب تر شده اما در سطح ولایت بر اساس گزارش بدتر شده ګوره ولایت کې ګوره ولایت کې اول تاسو خپل فکر کوئ چې د نظر سنجي د کوم سه ده د نظر سنجي دا اوس د دې کسان نشي کولای نظر سنجي ولا د لارسې مثال د هغه ساحو کې سالته ټول مخالفین د لارسې کوم ساحو کې داخله کوسیږي او هغه منطقي کې حکومت الته قدرت کې د هغه خلکو نه دوی مشوره کړي د مثال یا زیاتره د شات ټلیفون کړي د ټلیفون دوی د هغه کړي او ولا د نظام ټول فساد کړ د ټول فساد ګرځي مګر موږ باید دا ونه اوس که څوک وي او وکیلان وي ټول فساد اخته دي ټول غصبین در حالی که سپوکیلانو که مثال دست رو خلق سده چه ندی یو کار یو سرای او که وکیلو که در طول رنگ بادی چه وست مثال یو ولی یو کارو که در طول اولیان رنگ بادی که یو وزیر یو کارو که طول وزیران رنگ بادی که زده و هم سده دقا کما ارجابی سو دوی کرده دست نظرسنجی ده کرده در نظرسنجی ده یعنی مکت ده قبول وار پده نده سه ده هغه نظرسنجی ده سه فقط یو چوک اسان وقت سه ده ایا لطا سر تور پید دانه وردی دی چا دشک وردی دی پا کم تاریخ که وردی دی چرا قمپنگ وقت که پس از دید شما چگونه باید این نظرسنجی صورت میگرفت و میار این نظرسنجی از دید شما چی باید میگرفت؟ گوره نظرسنجی در مانان است یا چه تلیپون که اگه پا عمر که 2 روپی معامله نیکرد یا بیا در او ایسه ولی حکومت طول غله دی گوره ده خوازه ده او بل ده مخالفین و هم پا ده هر جو کسی داری ولی در نظام فاسد ده محکمه اغله ده که تاسی که نی پا ده هر جو که ده تبلیغ ده او څور پیسې څور پیدش که اخیستی دی چا دش که اخیستی ولا مانه یخصی پلانکی ده قصه وکړل په جماعت کې پلانکی ولا په بل مجلس کې ویل چې دا سی وقصه سی ده یو چان رو پیسې یعنی پیسې به یو کس ورکړي یالته
خو هغه ډنډوره په ټول کلی کې ګړه د بستا کلی په خبر سواله پلانکینه پلانکی پیسې واخستلې. نو که دا کلی نه پښتنه لار چانه وکړي و ولا دا ډېر مفسد حکومت د محکمې رئیس پیسې له چانه اخیستلې د روزي والي له چانه پیسې اخیستې رئیس له چانه پیسې اخیستې. خو که ته پښتنه وکړي آیا له تانه چا روپۍ اخیستې هغه بیا درته وایي چې نه والا پلانکي دا قصه وکړه آقای تیموری فلانکی پیسې ورکړې دي. با توجه به این مسئله تا حالا نقد اساسی بر گزارش شما دقیقاً وضع شد؟ شما از طریق تلفن بالاخره گزارشتان اطلاعاتتان را جمع کردین و گزارشتان را نشر کردین؟ گزارش شما قابل قبول مردم و بالاخره نمایندگان مردم مالا نیست؟ بسیار تشکر از حرفای وکیل صاحب، من به درستی گوش کردم، اما من امیدوار هستم که همه همکارای ما در حکومت و بیرون از حکومت اولین کاری که بکنن خود گزارش رو بخونن، با جزئیات گزارش بخونن، اولی که با چه روش ما انجام داده. بله. من میخوایم توضیح بدم، یک نظرسنجی هست، یک دریافت تجربه مردم هست. نظرسنجی چی هست؟ شما مثلا میرین طوری که وکیل صاحب گفتن برای یک نفر پرسان میکنین که آیا حکومت فاسد است یا خیر، شخص برای شما جواب میده یا بله یا خیر. اما سطح فسادی که ما سنجیدیم بر اساس نظرسنجی و بر اساس نظریات مردم نیست، بر اساس تجربه مردم هست. اولی که میخوایم توضیح بدم این که پژوهشی که ما انجام دادیم از 7800 نفر در 34 ولایت افغانستان و حدود 120 ولسوالی در افغانستان تحت پوشش دادیم. درست است که ما بعضی از ولسوالی‌های ناامن تحت پوشش نتونستیم بدیم و درک ما این هست که حتی در ولسوالی‌های ناامن که حکومت حضور ندارن در اونجا وضعیت حتی بدتر است. میخوام اینجا قایت میلی شما بپرسم، مگر افغانستان تنها 120 ولسوالی داره یا بالاتر از 360 ولسوالی؟ افغانستان از 360 هم بیشتر داره، 398 ولسوالی داره. 398 ولسوالی افغانستان داره و شما وقتی که میخواییم یک نظرسنجی را انجام بدین بر اساس یک معیارها و متدولوژی انجام بدین و در این حال ما حرف شما دقیق هست، ما ادعای فراتر از آن چه که انجام دادن نداره. این هست که ما این ولسوالی ها را انجام دادیم. مسئله بعدی که میخواییم بگم، حالا شما 360 ولسوالی را چطور بالاخره تبیین میکنید با 398 ولسوالی دیگه؟ شما معیارهای علمی برای از این کار، معیارهای علمی برای از این وجود داره و کسی بشاره کرده نظرسنجی هست. معیارهایی هست که شما یک در افغانستان که 30 میلیون شما نفوسش بگیرین، یکی از معیارهای اولی هست که 3000 نفر شما که در مورد یک چیز با اونا صحبت بکنین میتونن نظر این 30 میلیون رو بده. در صورت از این که این 3000 که با او صحبت میکنین در یک قریه داره یک شهر نباشه، این 3000 خود به صورت علمی شما در همه جا پراکنده بکنین. مسئله بعدی که میخوایم اشاره بکنم، ما نظرسنجی با تلفن انجام ندادن. سرویرهای ما در همه ولایات افغانستان رفتن و بر اساس یک کنترل منظم از جمع‌آوری داده ها انجام شده و آنچه که من میخوایم بگم که ما چگونه به این نتیجه رسیدیم که 3 میلیارد دلار هست، 2 میلیارد دلار آنچه که سال قبل بود نیست. اولی که ما از کسایی که پرسیدین برشان پرسان میکنین که آیا تو برای حکومت در یک سال گذشته رشوت دادی؟ مثلا نفر میگه نخیر، این نفر هیچ چی میشه. بله. مسئله بعدی نفر بعدی هست که پرسان میکنیم آیا تو رشوت دادی یا خیر، نفر میگه بله من رشوت دادم. سوال بعدی ما این هست که چند بار رشوت دادی، مثلا یک بار، دو بار، ده بار، در هر باری که رشوت دادی چه مقدار رشوت دادی؟ حالا با کیا شما یعنی در تماس شده؟ نظرسنجی خود با کیا شما شریک ساختید؟ دقیقاً ما نظرسنجی ما وقتی که به حساب انتخاب افراد، ما از خانم ها، از جوان ها، از پیرها، از طبقه های مختلف اجتماعی اینا رو انتخاب کردیم تا اینکه بر اساس همون معیار که هست نظر همه مردم در او بیایه. و در این حال وقتی که شما، ما نمیپرسین نفر بگه که فاسد هست، میگین آیا خودت شخصا برای کسی رشوت دادی؟ اگر رشوت دادی مقدارش چقدر هست؟ در کدام تاریخی رشوت دادی؟ چند بار در سال گذشته رشوت دادی؟ یک چیزی که بخوام اینجا بپرسم، و بر اساس همین چیز هست که ما دقیقاً به نظر از اونها کسایی که شراکت میکنن اونها را جهت نمیده؟ مسلما این یک چیز بسیار عمده هست. پس نقدی که بر نظر سنجی هست همین است، نخیر، سوالات در به نوع از آنها نخیر مصاحبه شنوندگان جهت میده، نخیر، این نقد علمی است که بر نظر سنجی وارد. هر نظرسنجی یعنی آسیب پذیر به این چیز هست، اما آن چی که مهم هست که وقتی که شما نظرسنجی خود انجام میدین، ما حدود 120 نفر در پروسه از این نظرسنجی داخل بودن، برای هر کدامش گفته شد و با اونا تمرین میشه که شما سوال طوری انجام ندین که جوابش بله باشه. 120 نفر به 120 ولسوالی؟ دقیقاً
در البته مختلف در ولسوالی‌های مختلف و در این حال این نفرایی که مستقیم مصاحبه را انجام میدن و فرما را پر میکنن، در هر تیم یک ناظر هم وجود داره و این ناظر از طریق مرکز با سیستم جی پی اس کنترل میشه که نفر در ولسوالی مختلف رفته باشه. یک شخصی که بالاخره نظر سنجی میکنه و چند نفر بالاخره یک تیم میشدن؟ در معمولا در هر ولسوالی که میرفتن دو نفر هستن. یک کسی که مصاحبه میکنه دو نفر سنجی میکنه دو نفر. و یک کسی که نظارت میکنه؟ نخیر، دو نفر نظر سنجی انجام میدن. بله، یک نفر هم سرتیم دارن. برای هر نفر یک سرتیم؟ برای هر دو نفر یک سرتیم هست تا اینکه اینا رو کنترل بکنه. شما چند اندازه گفتین هر نفر که میره به یک ولسوالی ما برای اونها یک سرتیم هم داریم؟ نخیر، دو نفر هست در هر ولسوالی، یک نفر هم مسئول ولایت هست که کنترل میکنه، باز یک تیم هست در مرکز که کلا پروسه رو کنترل میکنه. یعنی اینکه جامعه مدنی افغانستان هیچ نیاز ندارن و هیچ قرض نه جامعه مدنی داره که شما سطح فساد رو بلند نشون بدین و من هیچ توقعی ندارم از یک کسی که در حکومت نشسته است. وقتی یک شهروند میگه من رشوت دادم برای حکومت، هیچ توقع ندارم که حرفی شهروند رو گوش نکنن و هیچ حرفی شهروند رو قبول نکنن. چه باعث میشه این شهروند با شما چی مشکلی داره که برای شما بگه که من یک لگ افغانی مثلا رشوت دادم در قضیه گرفتن زمین خود؟ شما باید به حرف مردم گوش بکنین، به حرف مردم اعتماد داشته باشین و با مردم گفتگو بکنین و ارتباطات شما با مردم خیلی زیاد باشه. همونطور که وکیل صاحب گفتن، شما بحث فاصله خود با مردم بسیار متوجه باشین. مردم در یک طرف روان هستن، با کارمندان حکومتتان در سطح محلی به بسیار با مشکلات روبرو هستن و شما به طرف دیگری. شکر آقای تیموری، آقای سانگزایی، به حرف مردم گوش کنید، به حرف مردم اعتماد کنید. حالا چرا بالای حرف مردم شما نقد دارید؟ یک چیز از پوازی شکل بندی وایم، اول دغه نظر سنجی ستوی کرده، دغه میار زیر تاکلی ده، ده پا کم اصول کده، نه پا قانون کده، نه پا ده خاطر بنده گوره. نه، نظر سنجی یک موضوع علمی است. نه، یه گوره، دوی تیز در شای اجازه ور کرده گوره. یه سلو شل ولسوالی آیا افغانستان یه سلو شل ولسوالی ده؟ زد در توانیم، زد خپل ولایت که همه، ما تخپل ولسوالیان معلومه دی. آیا پا دقا ولسوالی که سطح دا اقتصاد خلق و چوم رزایی پا ده؟ که ټول تاسو د ولسوالۍ په سطح باندې د خلکو هغه بودیجه وګورئ، هغه مصارف د هغې ولسوالۍ وګورئ، څومره مصارف د هغو خلکو ده. ګوره، فساد جای کوم جای ده؟ فساد جای که ګمرکاتي، فساد جای تجارانو سره پیسې ترېنه اخیستل کېږي. د یو دیقان غریب نه به څو روپۍ واخیستل شي؟ حالا ضرور نیست که چند روپۍ گرفته میشه. فکر نمیکنی که یک دیقان زمانی که میره به خاطر تذکره گرفتن 50 افغانی خوب الله خراب شاید ده گوره چور نده ده. گوره چور نده 500 افغانی له چانس وکړي. زه په خپل ولایت کې دغه نن هم دغه نن شپه زه 13 شپه په لوګر کې ومه، پرون د کرکټ میدان هغه کېده. یعنی ډیر ځکه ولایت من زیاده، زه په هفته کې یو ځل دوه ځل خاتمن په خپل ولایت کې یم زمه. او د خلک هم د ما غږ وسوري. یعنی تر اوسه پورې سکوم نظر سنجي زه موږ ته سره خلک راغلي شکایت کړي. یعنی پیسدی ډیره کمه ده، ځکه د لوګر ولایت هم داسې فکر وکړه. نور ولایتونه دوی 3 میلیارده ګوره، 3 میلیارده پیسې یو ځای کول کاسي وګوره. د موږ وزیران سره ټول امکانات سره د ټیمونو سره د 5 میلیونه ډالر بودیجه مصرفوي. نه دولت افغانستان دقیقا مشخص کرده. دولت افغانستان متشکل از یک قوه است، مجلس نمایندگان و در کل پارلمان افغانستان هم در اینجا بر میخوره. ما در کل زمانی که دولت افغانستان میگن ما این نقد تنها بر حکومت نیست. ما دو تیو داویل است دقا نظر سنجیان دست خلکو تا یو اغا سوال پیدا که یو مشکل رو تا یو سردردی رو تا پیدا که بل گتر نرسی بدو بانی نرسی صدقا کم مقدار شدوی تاکلی ده ده دموګ 50% د بودیجې پر کې دا اوس که تاسو وګورئ دموګ د 1015 یو کال ستیر کال ان د مالی کال ستیر سو د ټوله بودیجه 6 میلیارد و 3 میلیارد دوی وای صرف فساد شوی دا تاسو ولې د وزیرانو 50% د بودیجې دا اوس هم د مصرف کړي سو وخت قانوني کې نو 3 میلیارد رشوت اخیستل دا بیخي ناممکنه خبر ده. سعید، ما دا خبره منم سره رشوت ست رشوتونه اخیستل کیږي مګم په دسی حالت کې ګور اول دوی دا سروې په وخت کې په افغانستان کې ډیر خارجیان دلته وو، پیسې د ډالرو بارانو په وخت کې 2 میلیارده کي او نن څه ټوله نیستي نه نیمه ورځ څملي هغوی ته وایي څه اوس مثال 3 میلیارد څه هېڅ د منلو وړ خبره نه ده. زه وایم څه نظر سنجي باید څه کوي د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې. ګوره، یو دریمه برخه د هغه دوی نظر سنجي کړې ده. اوس څو ورځې مخکې یو قلم په نامه باندې یو نظر سنجي وله د هغه وکلا وو نو په ولایت کې ټول رای استعمال شوي دي 200. آیا په ولایت کې ما 200 نفر اوسیږي؟
وره د موږ خلک تر اوسه پورې دومره ترقی نه ده کړې س هغه مثال په دومره غوړ کې او یو ولسوال وره اول ست د موږ ولسوالیت یو راي تحقیق دغه نظر سنجي هسته نه نظر سنجي وره نظر سنجي ګوره نظر سنجي ګوره گزارش خدا نشر کړو نظر سنجي د یو معیار لري نظر سنجي د یو معیار لري س اول په 300 شپګنی یو نه د ولسوالۍ کې په ټولو کې باید دوی نمائندگان وای او په هر نماینده ګوره اقلا په ولسوالۍ کې یو نماینده وای خو ځکه زمونږ د دولت مردان افغانستان زمانی که نظامیان افغانستان برای یک ولسوالی رفتن نمیداند کجا از این منطق دارد که کسی که بالاخره گوره تحقیق میکنه او آدم بره گوره او څوک هغه دي څنګه نظامیان دي جنگی گی یا هغه څوک به طرف دي سه هغه جنگ نه کوي هغه زی خپل معلومات زنده کی برته راځي اقلا دي ولسوالی کس کولی سي یا شما نه شخص غیر نظامی میتونین بر همه ولسوالی ولایت لوګر برین گوره زده شه درته نن موږ په سیاسي موقف کیو مګم نه ما سره څو کار کی په ملکی بستونو کې هغه زی هغه ولسوالی ته زی ادش ولسوالی دي سه هغه ته سلب سلو کې د طالبانو په اختیار کې د مګم دی خپل کلی ته زی مشکل نشته زه د شی وایم ما سره نظر سنجي سره کې باید یو سرمایه گذاری وکي د هر ولسوالی نه یو کس وټا کی د امغه محل نه کس لزان سره استخدام کی اقلا یو نفر هلته یو نفر دلته سو کولی شي د ولسوالی ټول معلومات تر راوړي د امغه محل کس لزان سره ونیسي وخت ته د دم امکانات نه لسته ولسوالی ته لډار الار سی په تلیفون یو چاته کې سغه خدای زس په کابل در سره غیږي کده د عذر نه در سره غیږي سوال د شق ساده نو بیا دغه نظر سنجي اعتبار نه لري او خلکو د منلو وړم نه ده موږ په وخت کې د نظر سنجان منلې س د دغه ټیم کسان د هر ولسوالی یو کس وای درې سو او څو ولسوالی دی یو کس التوي او دی خپل ولسوالی نه گزارش وکړي دا سخت نه ده س اوس دوی وای س د موږ کس نه ستلې یالت ولسوالی ته بدون د نه دوی دی یالت دی یو نفر ته مشور کی په موږ خپل ولسوالی کې د ولسوالی ټول گزارش ورته ورکي هیڅ مشکل نشته هغه نه طالب سره مشکل لري نه لودي سره مشکل لري نهایت عزیز وقفه داریم پس از وقفه این بحث همچنان ادامه دهد سلام مجدد به ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. موضوع بحث برنامه ما فساد و مهمانان من در بحث آقای محمد ناصر تیموری پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان و آقای محمد اکبر استانکزی عضو مجلس نمایندگان. آقای تیموری چرا مردم افغانستان سردرگم میکنید و کجای از این منطق دارد که 6 میلیارد دلار بودجه عادی و بودجه انکشافی افغانستان باشد ولی مردم افغانستان بیاید 50% از بودجه را رشوت ما میخوایم به دو موضوع اشاره بکنم، یکی بودجه دولت افغانستان است، یکی به اصطلاح جی دی پی افغانستان هست. بله، یعنی تولید ناخالص ملی افغانستان. تولید ناخالص ملی افغانستان 18 میلیارد دلار هست. بودجه ملی افغانستان هم که وکیل صاحب اشاره کردن امسال در مساوده 6.5 میلیارد دلار آمده. اما یک بحث هست در این حال، یعنی وقتی که میگیم تولید ناخالص ملی افغانستان به لحاظ اقتصادی است که همین اندازه پول در افغانستان تولید میشه سالانه، اما در این حال وقتی که شما کل پولی که در گردش هست در افغانستان مسلماً از تولید ناخالص ملی هم زیادتر است. یک بحث دیگه که میخوایم اشاره بکنم، وقتی که همکارا به همین گزارشی که دیدبان شفافیت و همچنان گزارشی که نهادهای پژوهشی انجام میدن، نوعی استدلالشان فکر کنم یک اندازه میلنگه و اوی هست که به طور مثال یک نفر ادعا میکنه میگه که من در وقتی که در ولایت خود یا در ولسوالی خود رفتم از مردم پرسان کردم که در چقدر فساد است، اونا گفتن کم از فساد، خیلی زیاد نیست. اونا با این استدلال که رفتن در یک ولایت خود صحبت کردن میخواین قانع بسازن ما را که شما که در 34 ولایت و 120 ولسوالی رفتین استدلال ما قوی تر هست. فکر کنم این منطق پایش میلنگه و باید شما وقتی که یعنی بحث نظرسنجی و بحث از این که شما اندازه میکنین، بحث از این که چه تبادلات در یک زمین انجام میشه، استدلال مخالف هم باید به همان اندازه یعنی به اصطلاح سمپل یا نمونه داشته باشه که استدلال موافق است. بنان در بحث از این نظرسنجی من خیلی علاقه دارم که یک اندازه ما و شما فراتر برین که حکومت افغانستان در قسمت معارف در افغانستان، در قسمت صحت در افغانستان، در قسمت خدمات پلیس در افغانستان، خدمات قضایی در افغانستان، در قسمت خدمات ولایتی در افغانستان چه کارهایی انجام دادن. شما وقت بیایم حالا چرا حکومت چرا دو قوی دیگر نه؟ چون قوی اجرایی وظیفیشی هست و قوی مقننه و قوی قضایی هست که این پروسه را نظارت بکنن. یعنی قوی مقننه دقیقاً
مشکلی ندارد؟ فساد وجود ندارد؟ نه، منظور می هست که قوه مقننه که وکلای محترم پارلمان هستن وظیفه ازیرا ندارن که خدمات آموزشی معلم استخدام بکنن، برشان بودیجه تخصیص بدن، این کارا را بکنن. اونا نظارت میکنن از این پروسه. این حکومت است که خدمات را اجرا میکنه. ما میخوایم از حکومت پرسان بکنین که شما در قسمت معارف در افغانستان، صحت، کلینیک ها، در قسمت خدمات پلیس در افغانستان که بحث قطاع طریقی، دزدی، اختطاف اینا را جلوگیری بکنه، در بحث از این که شما خدمات قضایی، خدمات سارنوالی، اینا همه خدماتی هستند که مردم نیاز دارن، شما در این زمین ها چه کار را انجام دادین که میاییم استدلال میکنین که در این جگاه فساد وجود نداره؟ این فساد وجود داشته و اتفاقا یک اندازه استدلال ها بسیار متناقض است. از یک طرف میگن فساد از حکومت قبلی برای ما میراث مانده، بله. از طرف دیگه میگن که فساد وجود نداره، یا این که فساد وجود نداره یا کم است یا از حکومت قبلی برای شما میراث نمانده. اما بحث حالا در افغانستان، در دولت افغانستان کسی پیدا میشد که بالاخره از موجودیت فساد در دولت افغانستان چشم پوشی کنه؟ به نظر من نیست، اما فکر کنم و هیچ کس هم نمیدونه ایره عاقلانه. اما ما پژوهش ها نشان میده که سطح فساد خیلی گسترده است، باید به چیز توجه بکنن. سطح فساد آنقدر گسترده است که به وزیر و معین و وکیل و قاضی و سارنوال و حتی در حکومت قبلی ما به وضوح می دیدیم که برای برادر و برادر رئیس جمهورم بود، یعنی با برادر معاون رئیس جمهورم بود، چه برسه به جنرال و وزیر و اینها. یعنی به این گستردگی هست فساد، بحث فساد به این گستردگی هست. و شما اگر می خواهید در این زمینه کار انجام بدین و یک مسئله رو می خواهید در قسمت رای حل از این که شما در چه حالت قرار دارین و چه کارهایی باید انجام بدین؟ برای بعدن برمیگردیم. اما چرا مردم افغانستان شما سردرگم میکنید؟ من میخوام همین مسئله رو دوباره اشاره بکنم. ما هیچ وقت از مردم افغانستان، از مردم عوام افغانستان نشنیدیم که برای ما بگن که آنچه که شما انجام دادین نظر ما نیست. ولی اینا نمایندگان مردم افغانستان هستن. اتفاقا کسایی که در دولت افغانستان هستن، در کل اینا کسایی هستن که وقتی که نظرسنجی ها انجام میشن به دیدی شک مینگرن. به نظر من هر کسی که به دیدی شک مینگره با همون معیارهایی که ما خیلی علاقمند هستیم، بیاین پارلمان افغانستان، حکومت افغانستان، قوه قضایی افغانستان بیاین با همین معیارها خودشان برن یک سروی انجام بدن. حکومت افغانستان چه وقت یک سروی انجام داده؟ شما سروی انجام دادی که سروی ما را رد میکنین؟ نه. شما در چوکیهایتان نشسته هستین، نظاره میکنین و مصروف کارهای شخصی و کارهای منفعتهای شخصی خود هستیم و زمانی که داد مردم از طرف یک صدای بلند میشه شما در مقابل از او هم استاده میشین. و اتفاقا ما هیچ توقع نداریم حکومت افغانستان وقتی که ما مردم میاین زحمت میکشن و نظریات مردم رو جمع آوری میکنن، یعنی قوی افغانستان اونا رو برای سارنوالی معرفی میکنه، قوی دیگه اون رو تهدید میکنه. شما بیاین پاسخ بدین به که برای مردم افغانستان چه کار انجام دادین. آیا شما سروی انجام دادین که میان سروی ما رو نقد میکنین؟ پاسخی هست که آقای سانگزای برش پاسخ خواهد داد. گره دیموگا کم نظرسنجی سکو یا کم معلومات سکو موگ عملی لخپل خلق سنی حقا چوکس با چند نفر؟ یو نفر سر نه لست و سل شل و سر گوره موگه در چند ولی سوال؟ گوره پا روزخطه یکی سموگه زو پا روزخطه یکی سموگه زو خپل ولایتون تا ده کال پا دو روزخطه یکی ده زمی و ده وری روزخطه یکی لخپل مکلین و سره لیده نکو. ولی گزارش های ما داریم که تعداد زیادی از وکلا برای گوره ما خود نمیرن بلکه میرن برای کشورهای خارج برای سیاحت. فرق لري زید به تناسب ده خپل ولایت مقایسه کوم. ز هغه څوک یم چې په خپل ولایت کې دائم حاضر یم په ټولو رسختیانو کې او له خپلو خلکو له مختلفو ولسوالیو سره داسې د ورځې له دوی سره وینم له ادارو نه څوک شکایت لري حتی داسې زمینه مې برابره کړې ده چې د محلي رادو له خوا نه هره شپه دوه ساعته زه په رادو کې ناست یم او آزاده شکل باندې هر څوک کولی شي چې تلیفون راوکړي او د هغه تلیفون شمېره له موږ سره محرم وي او اتومات غږ کولی شي سلمانه پلانکي رئیس اته مالې دلې د کوم رئیس ترنه چې غوښتي د په ټلیفون کې موږ تلې سپلانکای رئیس لمغ نه ولا دغه موږ غوښتنه کوي یا پلانکای مامور لمغ نه دغه پختنه کړي یا مثال په ترافیکو کې په لسانس کې موږ نه دغه شی غوښتي ان په هغه مربوطه اداره هم لا حوري او هر شپه یعنی تقریبا سل یو سل څو نفر خالي دغه بوده دوست از ولایت که شما به نمایندگی مردمش در مجلس نمایندگان حضور داره در ولایت فساد وجود ندارد؟ گوره فساد ست از دش درته مګم په 2 میلیارد سو دوی تاکل ورته دغه میلیارد تاکل 3 میلیارد سو وخت دی موږ د ټول
عادی بودی جس ده ماشون دی ټول مامورونو ماشونه او د موګه مثال انکشافي پروژه بودی جا ټول شپږ نیم میلیارډ ډالری نو بیا څنګه کېدل چې دا دوی وایي مثال نه خالص نه یو شپږ بده خالص افغانستان مردم افغانستان دا دا مثلا سرجو بګم دغه ډیر میلیارډ ډالر ډیره وړه خبره نه ده ډیره غټي پیسې دي دوی ته ډیره وادي شي کاری وایي دا یو شی ورکه توکل په خایستار سم موږ دا رايستلې ده که تاسو فکر وکړئ یو اروپي حساب کوي دغه د هر کس نه پیسې اخیستل شي کته د 3 میلیارډ پراکل زړه ته سه سید ځکه د 3 میلیارډ پراکول د موږ وزیر صاحبان په چوکې نه ځي مصرفای نه سي دوی څنګه پر شپات کې ورکول سي بل زړه ته ولایتونه فرق کوي ګوره د لوګر ولایت ده پولیسوالی که یعنی دس امکانات خلق اقتصادی وضع دومره خن نده پادش پرول ولایتونو که اقتصادی وضع خن نده سعی دومره پیسې امکانات ولی سرشپات ولی یک موضوع دیگه است آقای سنگزای آقای تیموری میگه که این مربوط میشه بر افغانستان بر تمام افغانستان جغرافیای افغانستان با 120 ولسوالی صورت گرفته در 34 ولایت نه تنها ولایت لوگر از دسی مقایسه کوم اول دیمو کاتگوریانی ولایتونه دی هغه ولایتونو که سرحد یغی که فساد زیاتی پوغه ولایتونو کې سه سرحدونه نه لري فساد ان کاچ اپ کې ټیټه ده ځکه هغه پوچې کې بخلي نه خوام بپرسم نقد شما بر کار از دیدبانمی است که چرا پولیس ولایت ها را مشخص نساخته یا یک نقد بر ازی است که بالاخره واقعا این مقدار را یا این شماره را که را تعیین کردن اینا در تن غلط است گوره دغه انتقادی مکو دو باندې 3 میلیارد دلار د دغه هر نفر نه اخیستل سي دوی لیکل پلانکینه په دغه وخت کې پیسې اخیستل سي پیو کال کې له دغه مرکز څخه پیسې اخیستل دا ممکنه ده ما مخکې در ویلی چې موږ وزارتونه 50% د یعنی 3 میلیارډ پیسې نشي مصرفولی یو دوی څنګه کولای شي 3 میلیارډ نه داته بغي کې موږ شپږ سالانه د موږ عادي بودی جلس ما شو نه دي دا انکشافي بودی دوی نشي مصرفولی یعنی یو مثال می درته درک اوس څنګه کېدلی شي چې دوی د سې صبر وخت پیو کال کې سم مثال 3 میلیارډ رشوت یعنی دغه معیار سره موږ نه موافق نه یو سیده رشوت ستا فساد ستا اداري فساد په ادارو کې ستا خو نظر مخکې حکومت اوس کم سوی د زیات سوی نه ده ځکه یو پیسې کمې سولې یو دونرانو کوم کومکونه څه پخوا کول ځکه زیاتره خارجي بودیجه او اتا زیاتره پروژې ګوره دوی هغه څه ته هیڅ فکر نه ده کړی په پخوانی حکومت کې موږ یې په معارف کې په پکتیکا کې په نورو ولایتونو کې مکتبونه مدرسې جوړې سي هیڅ خیالي مکتبونه تاسو ونه لیدل خیالي مکتبونه مثال په نظر کړ مثال خیالي پولیس خیالي اردو وروره په هغه وخت کې 2 میلیارډ سنن ټول کنټرول سوی دی نن بیا 3 میلیارډ سید دا بیخي د نه منلو خبره ده سیده کوه سپاسات ستا خلک له پاسانه تر دوس په مودي دا ورسره موږ منو مګم 3 میلیارډ او بیا په تناسب د تیرو کلونو باندې په هغه وخت کې بیا د وزارت دفاع په قراردادو کې تیار حساب کې 15% اوس تخفیف راغلی پر خراغلی بیا هم د سر راټیټ شي د فساد کچه او د زیاتیږي او فساد په کوم ځای کې کیږي ګوره زه درته په 15 روپۍ د لاس روپۍ د تذکيري باندې عمره پیسې نه راټولېږي لکه پیو قرارداد کې 3 میلیون هاو په ډالر تفاوت فکر راځي دا هغه تفکیک باید وکړم بر شما بگم وخت کې 5 پر یا 10 افغانی را بیایم ضرب کنیم با 30 میلیون 30 میلیون افغانی میشه حالا تنها در قسمت از کرد بیایم میره ضرب بزنیم با خدمات سی اگر 30 میلیون است هر کدام هر شخص هر افغان 5 افغانی رشوت بدهد میشه 30 میلیون فکر نمیکنید اگر ما جمع کنیم بالاخره 3 میلیارد دلار را که تعیین کرده قرارداد خواهد شد گوره دیمک پولایتون که زدار تو همه ولی سبیا و کار کرده یوسه داده مکاتب و شاگردان تولی سیاوی اروپایی تاسی راوڑی پا در صندوق کیا چوی؟ یعنی تردان دازی پوری در حالات تو رسید از خلق و مکتر شکایتون و اوکل گوره دیوی بی اروپایی نه وقتی سه زیادی بسین یو چان رشپت اخستل کیگی نو خواه اخ اگر رسی زو خدای خلق را تا راغل سه ما خپل ما شمان ده یوی اروپایی بخاطر لمکتب نویستل زکر زیاوی اروپایی نلرم سیغتی بارکم گوره پولسوارت لیه که پولایتونوی که ادا مثلا مگل والی سب سر شرک والی سب دا اویلی سه وقتی نشی ورکی دا جبری ندی که چوکی ورکی وردی که چوکی نلری ندی ورکی یعنی موضوع دسی دسی یو چوک سه ده شاگرد خپل و بچیان و ده تعلیم پا خاطر بایده دیوی رو پا امکانات نلری یقین ولایت نه یا لیغ ولایتون نه تنها لوگر لنور ولایتون نه تاستنگ تا وقل ریسی اقید 3 میلیارد دالر لدن رشپت پی که معاملات سی ما بیام در تنگار پده کم سه رشپت پا کم جوی که سه چیر تا گمرکاتی سه چیر تا تجارتون زیاد یالتی که پا خوار و غریب ولسوالی که اگه ولسوالی والا که ده سلو دالر رو مخوینی دلار ولا که په مخ باندې په ورسی یا مثال هغه قماندان وي نيزه که په غوړ ځای کې هغه امکانات نشته د خلکو اقتصاد عمر هغه ده هغه خپل لوګ نه نیمه شپه څومل در حکومت گذشته پول زیاد بود بدو جای کمک میشد بالاخره پولای کمک میشد
هیچ منبعش مشخص نبود که در کجا بالاخره و مصرف فرسه یا محلش. مکاتب خیالی، کلینیک‌های خیالی، اساکر خیالی در اون زمان وجود داشت، ولی حکومت آمد سرک‌های خیالی، خانه‌های خیالی، موضوعات دیگر وجود داشت. اما در حکومت کنونی بودجه کم شد، کمک‌ها کم شد، بالاخره نظارت شدید شد. آقای سنکزه میگه و موضوعات دیگر، ولی بازم 3 میلیارد دلار مردم افغانستان رشوت میده. ولی در اون زمانی که پول زیاد بود، مردم افغانستان هم وضعیت اقتصادش بهتر بود چون کار بود، بالاخره کمک‌ها زیاد بود. در اون زمان 2 میلیارد دلار این مشکل نداره. به نظر من شما بحث وقتی که در مورد فساد هست، تنها من امیدوار هستم که همکارایی که در این مورد صحبت میکنن بحث پروژه ها نیست، بحث تدارکات نیست، بحث بیشتر بحث مردم هست. حتی در قسمت پژوهش ما به این نظر هستم، البته این نظر یعنی در سطح نظر که باشه، به نظر من 3 میلیارد بسیار کم هست. یعنی اگر و درک می هست که در بحث همین 3 میلیارد که سنجیده شده، 3 میلیارد دلار در کجا و چه گونه؟ دقیقاً این کار حکومت هست که این کارا رو انجام بده. پس حکومت چرا؟ پژوهش شما بر چه اساس؟ ما مخبرهای حکومت نیستیم که تا شهروندها رو مشخص بسازن که پس کی کار انجام شما چه بود؟ شما 4.5 لک نفر نیروی امنیتی دارین. شما اینا رو چه کار انجام میدین با اینا؟ بریم با کسایی که مفسد هستن با اینا مبارزه بکنین. چرا از یک نهاد مدنی که با 50 نفر از شما توقع دارین که همه کارهای حکومت شما رو انجام بده؟ اما بحث این هست که مطرح کنیم، بیاییم کسی کم احساس مسئولیت پذیری داشته باشه. شما من دقیق دارن انجام میدین، همین دقیق شما بر اساس چه؟ حالا برای مردم افغانستان، برای نمایندگان مردم افغانستان پاسخ بدهید. این نقد است که از طرف اینا برای شما واسه شده. آها، من مکرم. شما میگن که ما 3 میلیارد دلار بالاخره در اساس در نتیجه تحقیق خود ما گزارش دادیم که یا اعلان کردیم که مردم افغانستان 3 میلیارد دلار رشوت میدهد. با چی میکنیسم؟ با چی؟ بله، من میخوام نیازی هم نیست، اما میخوایم دوباره به همون متدولوژی خود اشاره کنیم. این معیاری هست که من توقع دارم این هست که ما عین معیاری که در حکومت در 2014 انجام دادن، عین معیار رو با حکومت وحدت ملی انجام دادن. و در زمینه از این که نه سوالات کم شده، نه اضافه شده، نه تعداد نمونه‌ای که بوده کم و زیاد شده، با عین معیارها شما مردم برای شما این تجربه مردم هست. بله. وقتی که تجربه مردم در همه افغانستان هست و من توقعی می هست وقتی که شما میخواین یک پژوهش شما زیر سوال ببرین، با یک پژوهش دیگه زیر سوال ببرین. با نظر شخصی من ممکنه با خیلی مسائلی که پژوهش هایی که انجام میشه موافق نباشم، نظر شخصی، تجربه شخصی من او را نشان نده، اما من و هر کس دیگه نباید خود اجازه برای خود نظر شخصی خود اجازه بده با نظر 7800 نفری که در زمینه گرفته شده. بنابراین بحث فساد به نظر من بحث بسیار گسترده هست و نیاز به توجه بسیار جدی حکومت در نوع ارزی خدمات برای مردم داره، در نوع دادن صلاحیت ها به مردم داره، در نوع گوش کردن حرفای مردم داره. وکیل صاحب در مسئله بودجه ملی اشاره کردن و ما میخوایم بگم که در بودجه ملی مسلماً اینا معلومات دارن 7768 پروژه انکشافی آمده. ما میخوایم از حمل از نماینده های مردم و حکومت پرسان بکنم در همین 768 پروژه که در بودجه ملی آمده، از چند پروژه شما نظرخواهی کردن از مردم و اینا بر اساس نظر مردم در بودجه ملی خود انداخته؟ بحثی هست که حکومت و همچنان متاسفانه در کل دولت افغانستان به این که مردم چه فکر میکنن، مردم در چه حالت قرار داشتن و بحث مردم در محور آجندای سیاسی، گفتگوی سیاسی و احساسات خود قرار بدن، این حرف نیست. بودجه میسازن بر اساس آنچه که در دفاتر خود میسازن، با شورای ملی روان میکنن و شورای ملی در موردش بعضی وقتا نظر میده، بعضی وقتا نه. و شما هنوزم ادعا میکنین که ما به حرف مردم میشنین. حکومت افغانستان متاسفانه در قسمت مشوره با مردم و همچنان به صورت سیستماتیک یعنی میکانیزم های مشخص و شفاف برای جمع‌آوری معلومات مردم نداره. بله. و زمانی که نهادها میرن این کار رو انجام میدن به نمایندگی از اینا تا کارشان رو تسهیل بکنن، و این عکس العملی است که شما معمولا آقای سانکزای، دولت نمیداند که مردم چی فکر میکنند و در ضمن از وضعیت مردم افغانستان هم چنان اینا خبر ندارن. ولی زمانی که یک نهاد خصوصی یا بالاخره یک نهاد جامعه مدنی میایم چه کار رو انجام میده،
شما هم یک برخورد با ایشان میکنید؟ فکر نمیکنید که اینا کار شما را انجام داده؟ حالا ما 7768 پروژه داریم در سال 96، از کدام مردم شما آمدین نظر خواهی کردین که واقعا این پروژه بجاست و مطابق نیاز مردم افغانستان است؟ از استم را فکر کوم لکه څنګه سوزدی د پروژو ویل چې خلق نه پختنه وکي، د دوی د غسرې هم په همدغه رقم باندې سوی ده. موږ ضرورت لرو چې خلق پختنه وکړو، خپل د پروژې نظارت کو، هر وکیل د خپل انتخاباتي اوزې د پروژو نه نظارت کوي. د ما د لوګر د ټولو پروژو نه یو پروژه شکایت نه ده، د اوس موټر کې یو کاپی د گزارش پرته ده، سه رخصتۍ کې تلم له هر پروژې نه مې نظارت کړی ده، دقیق محاسبه مې ورسره کړی، حساب مې ورسره کړی، ځکه چې څه شي سوی دي. ضرورت دیتا نست خلق به چرگان لیگ پروژه لیگ تخنیکی مسئله نه چه خبریگی؟ چی پی پوییگی؟ ولی فکر نمی کنید شاید یک پروژه رو اولویت برش پتد، ولی حکومت افغانستان پروژه دیگر در برش در نظر بگیر. چرا این نظر سنجی رو شما نکرده؟ زده شی دفتم سمگا نظر سنجی ضرورت نست خبال از اون لحر پروژه نمگا لیده نکو. یا وقت که زده دفتم خواه؟ یا وخت کې به د لوګر کې د امریکایانو بیا سره په جماعت کې تبلیغیان راغلي وو، بیا سو څور تیلو دلته مخالفین راغلي، دوی راغله جماعت ماسرک. جماعت ماسرک نو په هغه وخت کې دوی نه نوڅیو کې تبلیغیان دي چې امریکایانو کتل وای د دوه سره غزنو کده بیا هزار خلک دي د لزمه کې نه کوز غږی لاسمانه برغږي اوس دغه د دوی د دیده بان شباب یادم سیدی کمپیوټر شاته کې نه استلې دي د شپې ښه شین چای ورته یې کيده په طبیعت باندې او شای لیکلې دي. اینا میگن ما در 120 ولایت واگونیسه نه اصل شل ور سره ده سر ده خلق و فکرونه مشکوکی خلق ته واغه پیدا کی سوال ده شه ده او ده منفی تاثیر لري په جامعه باندې سه، یعنی خلق دسه باید ځوانان ګټه ورسی، هغه مشکلات په واقعیت دقیق یغه ورسی، یو نفر دی وخی څورو را دیغت برسی وسی په دغه وزرو نفر کې دی دوی او شل نفر مشخص کی سغه اداره مګ راټینګ کو سله د سرواله ځان سرواله زیاته ور سره سوید خو هم صدا خیالي خوبونه لزمه کی ول لاندې ول اسمانه بر خبره هست یا وای خبره دی. آقای تیموری طرف اخیر از شما در پشت کامپیوتر با چای سبز از طرف شب میشینین و دیدگاه های مردم از دید خود نوشته میکنین؟ فکر کنم جواب این سوال و این بحث نداره. من ارجاع میدم اونا رو به گزارش و نوعی کاری که ما انجام دادین در خدمتشان هست، میخواییم در موردش ببینن معلومات. پس کار شما پایین تر از زمین و بالاتر از آسمان نیست؟ میخواییم حالا میارهای علمی رو دقیقا شما در نظر گرفتیم، گزارش ما هست میخواییم ببینن. و در این حال من بحث نظارت پروژه رو مطرح نکردم، بحث انتخاب پروژه رو مطرح کردم و در این بحث به نظر من شما در یک وضعیت قرار گرفتین که در مشکلی که ما و شما به او روبرو هستین متاسفانه رای حلش از درون حکومت و دولت افغانستان نمیتونین جستجو بکنین و یک سلسله مسلماً داخل دولت افغانستان یک سلسله عناصر اصلاح طلب، عناصر امانتدار و وکلای راستین مردم وجود دارن که میرن در زحمت میکشن. وکیل صاحب اشاره کردن در قسمت از اینکه فرصت تمام از بسیار کوتاه میخواین از پروژه ها نظارت بکنن، واقعا ستودنی هست این کار. اما در این حال شما وقتی که به کلا بستره و بدنه دولت افغانستان نگاه میکنین متاسفانه شما امیدهای خیلی زیاده در این زمینه نداره. خواهش دارم زای حرف برای گفتن دارین چون 20 ثانیه فرصت دارین. فقط دیگه بیا هم خبر داده است دغه سرویگان دغه د ملت لپاره کوم ګټه نه رسی دسه یو مشکل یو یغی ایجاد کی. ښه خبره ده که چیرته سروی کیږي که چیرته نظر سنجی کیږي باید ډیره دقیقه اوسی له هر ولسوالۍ نه ده هر اول حق ده سیغه کې واورېدل سي او زه بیا هم خواهش له دغه د بان شفافیت نه کوم سه په دوو زرو اتو زرو کسانو کې زکیسونه ورتیلی دي 15 دې راواخلی سه اقلا عدلی و قضایی ارگانو که مو گر سر همکاری و که ترچو پوری آینده بیا نورسو کرنو که یا شای بیا هم پا آخر کزوی هم سه فساد سه خوزه بیا هم پا حکومت بندی غک هم سه چو وزیران دیسه بند نامه سوال چو وزیران دیسه گیر سوال موالیان دی تا دقا او پینزه بندیان که نور با انشاءالله فساد خپل لده ملک نه او رکی گی او کدش حالاتی سباس اقا چوک پاتی دیگه فساد که تشکر آقای تیمری و آقای استانک زیر زورتون در بس خواهی عزیز. تشکر شما هم به امید روزی که افغانستان و مردم افغانستان دیگر رشوت برای دولت مردان افغانستان ندهد تا برنامه بعد شما را به الله بنیاز بسپارم.